میگن ایرانی ها، عرب ها به ایرانی ها حمله کردن و ایران را مورد تجاوز قرار دادن. این سوال اول. So we have promised that we are going to talk in both in Farsi and English. The first question that we frequently hear from different people and different sources want to question our religious belief. They may say, Islam invaded Iran, Arabs invaded Persians, and they forced us to change our religion. They changed us to convert into Islam. And Islam is a religion of sword, was spread by sword and by force. Why we as Persians must follow the religion of those Arabs who invaded our country? That's one question. Or a number of questions related to each other. در طبع سخن نخست گفته میشه ای عرب ها به ایران حمله کردن. این اولین اشتباه تاریخی. اونها یا از تاریخ آگاهی ندارن و یا خودشون رو به ناآگاهی میزنن. چهار جنگ میان اعراب و ایرانیان صورت گرفت. آقای برنارد لوئیس که یک مورخ برحال غیر مسلمان هست، در مقاله خودش History of Iran راجع به صحبت میکنه. تمام این جنگ ها در خاک عرب ها صورت گرفت، یعنی ایرانی ها حمله کردن به عرب ها منتها باختن. حالا توضیح میدیم. ببینید، در زمان خلیفه اول، حالا ابوبکر، پس از اینکه پیامبر بزرگوار اسلام به لقاء الله میپیوندند و به دیدار خدا میشتابند، عده‌ای از عرب‌های سرزمین عراق که بهش میگفتن هیره، هیره نزدیک کوفه است، این نزدیک نجف، به اونجا دست به شورش میزنن. این سرزمین عراق یا هیره در اختیار چطور بود؟ کشور عربی بود، سرزمین عربی بود که ایرانی ها به زور اون اشغال کرده بودن. حالا به تاریخ مراجعه کنید. در واقع هخامنشیان در واقع این سرزمین عراق رو، یعنی بین النهرین رو میگیرن، اشغال میکنن و یک حاکم ایرانی رو مسلط میکنن بر اونجا. و بعد از هخامنشیان اسکندر، یعنی یونانی ها به ایران حمله میکنن. یونانی ها چقدر تو ایران حکومت میکنن؟ چقدر یونانی ها برای حکومت میکنن؟ بیشتر از یک قرن، گفته میشه 126 سال یونانی ها بر ایران حکومت میکردن. و در واقع این سرزمین عراق، قسمت هیره رو یونانی ها با سرزمین های ایران که اشغال کردن در اختیارشون قرار میدن. بعد از 126 سال ایرانی ها موفق میشن یونانی ها رو شکست بدن و اونها رو از سرزمین ایران بیرون کنن. و چقدر زیباست داستانش، بدونه که یونانی ها موفق بشن کمترین اثر فرهنگی رو در کشور ما و در سرزمین ما بگذارن. ایرانی ها اگر کشور خود رو از دست میدادن، اگر حاکمیت ملی خود رو از دست دادند، اما حاضر نبودند از هویت ملی خودشون و از فرهنگ ایرانی خودشون و از اصالت ایرانی خودشون و از معتقدات و باورهای دینی خودشون که معمولا زرتشتی بودن دست بردارن. دوباره
این سرزمین عراق یعنی همین بین النهرین که بین دجله و فرات رو میگن در اختیار ایرانی‌ها قرار میگیره. اما این کشور کشور عربی بود، سرزمین سرزمین عربی بود. شاپور ذوالاکتاف پادشاه ایرانی بود که این ایرانی‌ها رو میگرفت، این عرب‌ها رو میگرفت، کتف‌های این عرب‌ها رو سوراخ می‌کردن. این شاه ایرانی ما شاپور اینها رو ریسمان از بین این کتف‌ها اینا می‌بستن، اینا با ریسمان از توی کتف‌هاش رو سوراخ کرده بودن که اگه تکون می‌خوردن این ریسمان توی بدن اینها بود و اینها رو زرج می‌داد. عرب‌ها رو به بردگی می‌گرفتن، می‌کشتن و چون برده‌های ذلیل با آنها برخورد می‌کردن و گفتم دیگه شاپور ذوالاکتاف جنایاتش در تاریخ معروفه که نسبت به عرب ها انجام میده. خب عرب ها به حد کافی از ایرانی ها ضربه خورده بودن به خاطر اشغال کشور عربی توسط ایرانی ها. این بک‌گراند قضیه. As a background for this, for the war between Persian and Arab, I want to mention that Iraq was occupied by a group of Persians called, you know, Hakhamanishian. And then, after Iskander invaded Iran and they ran Iran for almost more than one century, then again they gained the power of, you know, gaining the Iraq. And after 126 years, then again Persian could get the power and conquer the Iraq again. That's the first background. So Iraq was occupied by Iran for the fourth time. وقتی پیامبر بزرگ اسلام از دنیا رفتن، این محبت به این ایتر خاموش کنم از اینی ممنون میشه سلوات این را بفهمید. پیامبر بزرگ اسلام از دنیا رفتن، در میان عرب هایی که بیشتر در عراق بودن و اینا بیشتر بت پرست بودن، اینها گفتن نمیشه که در سرزمین عربستان یه پیامبری اومده ادعای پیامبری کرده و کارش هم گرفته حسابی. این وضع نمیشه، ما هم باید یه کار کنیم و قدرت به دستمون بگیریم. شروع کردن پیغمبر سازی، مسلمه های کذاب و پیامبران دروغین متعدد درست کردن و دست زدن به شورش. ابوبکر شخصی رو میفرسته به هیره، یعنی به همین نقطه عراق که نزدیک نجف هست عرض کردم، اونجا این شورشیان رو سرکوب میکنن. از اون طرف عمر احساس میکنه خبر میرسه که ایرانی ها دارن با بیش از 100,000 نفر مسلح به طرف عراق میان و میخوان در واقع حمله کنن به عرب ها. اینجاست که نگران میشه، به دستپاچه تصمیم میگیره که دشکریان رو فراهم کنه و بفرسته به جنگ با ایرانی ها که حضرت امیر مؤمنان علیه السلام میگن مخالفت میکنن با عمر. حتی در خطبه 146 نهج العلاقه که گشودن رو میزن بیارم ولی خب به هر حال نیاوردم، بعد خودتون میدون مراجعه فهمید، امیر مؤمنان علیه السلام اولا از اون ترس و وحشتی که عمر پیدا کرده و میفرمند که شما نگران جمعیت نباش، اولا همیشه باطل زیاد بوده ولی ما آنچه که در کارمون و در راهمون و در مراممون هست حقانیت ماست که همیشه پیش میره و نه تعداد، و به تعبیر ساده تر کمیت کار نمی کنه، کیفیت کار میکنه، نگران نباش. و اما که گفتی میخوای به ایران حمله کنی، این غلطه، این فرهنگ ما نیست، این مبنای ما نیست که ما به دیگران تجاوز کنیم. تا مادامی که ایرانی ها به ما تجاوز نکردن، شما هم به اونها تجاوز نکنید. اینها از اون طرف حرکت میکنن، از طرف در واقع مدینه، سپاه ایران هم از طرف اصفهان میان، میرسن به هیره، یعنی در عراق، وارد عراق میشن.
اونجا جنگ صورت میگیره، ایرانی ها تهاجم آغاز میکنن و جنگ صورت میگیره. در این جنگ اینها میبازن، یعنی ایرانی ها میبازن. اونقدر روحیه سربازان ایرانی خراب بوده که جنگ اول رو بهش میگفتن جنگ سلاسل. سلاسل یعنی چی؟ سلاسل جمع سلسله است، یعنی زنجیرها. زنجیرها سربازان ایرانی رو به زنجیر می‌بستن، خود این دستور به ترتیب دستور پادشاه ایران که ایرانی‌ها فرار نکنن، واستن تو میدون جبهه رو نگه دارن. اینقدر وضعیت آشفته بود. سرات رو فهمیدم بفهمیم. خب در اولین جنگ ایرانی ها شکست میخورن، عرب ها اونها رو تعقیب میکنن. این تعقیب غلط بوده یا غلط نبوده، متاسفانه اونها زیر نظر امیر مؤمنان علی علیه السلام نبوده، حرکت بوده توسط عمر و اونجا به حرف و فرمایشات و ادوایس های امیر مؤمنان گوش نمیکردن. به هر حال این جنگ که همیشه تو همه جنگ های تاریخی شکلیه، همیشه گاهی وقتا ایران حمله میکرد به جایی میرفتن تا آخر، گاهی یونانی ها حمله میکنن به ایران، صد و خورده سال ایران اشغال میکنن، گاهی وقتا نمیدونم. این تو تاریخ کاملا یه امر طبیعیه. به هر حال اینا تعقیبش میکنن تا پایتخت ایران و ایران رو در واقع تحت تصرف قرار میدن و مینیمم 25 سال تمام ایران تقریبا مقاومت میکنه که جنگ کنه و اینها رو نپذیره. و حتی اینو به شما بگم، در بعض از نقاط ایران بین 3 تا 4 قرن طول کشید و همواره اینها جست و گریز داشتن و با هم در جنگ بودن که زیر بار عرب ها نرن. خب پس اول سخن گفتن عرب ها به ایران حمله کردن، غلطه. ایرانی ها به عرب ها، اون هم در سرزمین عربی، اون هم در کشور عراق حمله کردن به جامعه همه تاریخ.